هستم و من سوگل هستم و به کانال ما بیار. آقا اومدیم با امیر تتلو. از امیر تتلو مرسی که فالو دارید اینستاگرام ما رو. میدونیم که از یوتیوب اومدید اینجا، خیلیاتون هم که اینجا بودید. ما تو اینستاگرام یه خود کمکار شدیم، گفتیم یه خود فعالیتمون رو تو اینستاگرام بیشتر کنید، پس فالو بکنید. استوری یادتون نره، این ویدیو رو استوری بکنید، ما رو تگ کنید، ما هم شما رو دوباره ری استوری میکنیم. یه خود اینستاگرام اون جون بگیره بیاد رو 50. آره برسونیمش به 50,000 تا که یه عدد قشنگی باشه. خب ولی خدا وکیلی فکر میکنم تنها خواننده که به اسم خودش آهنگ داده امیر تتلو. اولش هی بچه هم میگفتم آهنگ امیر تتلو از امیر تتلو، میدونی میگم چی امیر تتلو از امیر تتلو. اشتباهی تایپیه، مثلا یارو چت زده نشه بودی، ولی دیدم یه بار دو بار پنج بار ده بار، دیدم نه رفتیم آهنگ امیر تتلو از امیر تتلو رو بریم. چقدر بول دوتا امیر تتلو، امیر تتلو فاصله امیر تتلو. جالب شد اصلا. بریم سریع گوش بدیم ببینیم چه خبر زه. از آلبوم خونده. از کدوم آلبومه؟ فکر کنم آلبوم هفت هشت. خیلی خوب. بریم. Let's go. ببین خودشو رست کرده آفرین. خبر دادن تو آمریکا پلیس کاکاسیا رو کش، خبر دادن امیر تتلو داده مامان اینا رو خوش. آهای اون قضیه چیزه رو میگه، پلیس پلیس یه دونه سیاپوست رو کشتن خفش کردن. آره خب مامان اینا رو فوش، مامان اینا رو فوش، سمیه مامان همتون رو فلان. خبر رسید آدم ها جنگل ها رو آتیش زدن، خبر رسید امیر تتلو با سهر قریشی تیک زدن. این خیلی قدیمیه. تیم مال چه سالیه؟ اینو پیس پیس گذاشته، ولی هفتش قدیمی تر از چیزه. آره اون موقع ببین گفتم این بلا گرفته داره آمارش در میدن. برید دقت کنید تو آهنگاش ببینید دیگه چی کارا کرده امیر تتلو. آره تو آهنگاش معلومه که لو میده همه چیو. بعد چی میخواستم بگم یادم رفت راجع مامینا رو فوش. این جلسه شاید یادم بیاد. کاور باز همون حالت شیطانیه امیر تتلو، بعد روی یه شونش جغده یه شونش هم ماره. آره جغ معمولا به عنوان یه چیز شومه. آره جغد و جغد نماد ماسوناست در واقع. نماد ماسوناست. توی ایران هم به خامنه ای لقب جغد داد، یعنی توی سیاست مدارا بهش میگن جغد. چرا؟ نمیدونم. یه فشار بده برم پایین. نمیده برو. خوبه 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 خیلی دیگه نه. ببین از اینجا میفهمم لاغر شدم. نمیری پایین ها. یواش یواش نزن. خبر دادن فیلتر سیگار گیر کرده لام قار خاص. اینو میخواستم بگم، گفت خبر دادن که انسان ها جنگل ها رو آتیش میزنن. دلیل آتیش زدن جنگل ها میدونید چیه؟ نیاز به مراتع دارن، نیاز به مزرعه دارن. مزرعه برای چی؟ برای خوراک گاو ها، که غذا بدن به گاو ها، گاو ها رو بکشن. که چرا؟ چون ما انسان ها دوست داریم که روزی سه وعده دیگه گوشت استیک بخوریم، دیگه از حد گذروندیم، دوست داریم فقط گوشت بخوریم، سوسیس بخوریم. چون درخواست گوشت خاری زیاد شده، گاو باید زیادتر تولید بشه دیگه، با دست حامله میکنن و پس میدونن ماشینیش میکنن این قضیه رو که برسه به مردم. غذا نیاز داره این گاو، جنگلا رو آتیش میزنن که برسن به مزرعه بتونن به قول معروف علف علف واسه گاوا تولید بکنن.
چی میدن سویا، غذا غذای گاوا سویاست، سویا درست کنن بهشون بدن. واسه همین گیاهخواری اگه بکنید کمتر جنگل آتیش میزنه انسان، چون درخواست میاد پایین همه چی بهتر میشه. و میدونید که 51% گاز گلخانه ای از چوس گاوه، بوز گاوه. گاز گلخانه عامل اصلی سوراخ شدن لایه اوزونه. لایه اوزون به گاوه رو همه به گاوه رفتیم، پس گیاهخوار شد دوست من. حداقل گوشت کمتر بخور. خبر دادم امیر نه روبی، روبی داریم امیر تتلو از امیر تتلو گوش میدیم عشقم. ساکت تتلو با یه ترک ایران و جرداد باز. خبر دادن تو باقه بخش گرفت دست صاحبشو تمسای گاز. خبر دادن که پای رفع فاس و حل انداخته امزای ناز. میگه که خبر رسیده که تتل زده پای رفع فارس یعنی امزای ناز. آها خیلی جالب داره خبرها رو میگه و فکر هم از اکثر یاد درست میسان. چه میدونم تو باقه وش نمیدونم بودی تمسای دست این فلانی رو دست گرفته این وسط مسطح. آره. به خودش هم کردیت میده چون داره فکت میگه. آره. وسطش از خودش هم تعریف میکنی که خب اون هم فکت مسطح میشه. آوه دو دو هشت نمیخوام که اصلا درد دل کنم اینا فقط روز و روز سارم ولی من که نمیتونم شب و بل کنم من نمیتونم شب و بل کنم نمیتونم عسل رو بل کنم. میگم با ندا باش نمیتونم عسل رو بل کنم. خیلی دنگسه نمیتونم عسل رو بل کنم. این روزا دیگه خوشگل نی نه مهمونی حتی تو کبیر نه دلو دلو خوشگله رو میگم اونم دیگه خوشگل نی دلو خوشگله دلو خوشگله ده خشتو میگن دلو خوشگله. چرا؟ توی بازی چهاربرگ سه تا حساب میشه، شاید به خاطر این میگن دلو خوشگله، سه تا امتیاز داره. دلو خوشگله رو میگم اونم یه خوشگلی بذار تو شهرمون خیابونا همه رنگی بشن این امیر تدلو هم کسفله هم دلقاشی من اصلا حل بود. آفرین. یه جورایی دارم یه همین بیرنگن من در نقاشم رو که باید بذارید بقیه هم مثل من رنگی بشن خب رنگ داشته باشه این زندگی من اصلا حل بلوف نیستم شاخم تو صورت ته من یه و دیدی کیرم تو دهنت میاد نافم رو صورت ته من اصلا نه نافم رو صورتت وای من داشتم حساب میکردم گفتم خب حالا اولیش که واضحه بود دومی باز داشتم حساب میکردم ناف تو صورتش بشه چه اتفاقی میفته نه اتفاقی قشنگی نمیفته نافم رو صورتت من اصلا علی دروغ نیستم صافم تو حد ده من حتی سن و اسم و طرز فکره دفم رو مزده من اصلا اومده سن و چی؟ چی گفت نفهمیدم اینجا رو فکره دفم رو مزده لاتم رو مزده من اصلا اومده یه سیگاه باز زدم برم عده اون چیز رو در میارم من اومده یه سیگاه رو بکشم برم فکر کنم توی پارک بود یارو معتاده من کاری ندارم معتاده نمیام بعدم یه سیگاری بار زدم بهشم برم فکر کنم بعد حالت گفتارش هم چت بود دقت کنین یه سیگار بار زدم برم بار بدم من اصلا اونقدر صفر نیستم میبینی که شادم و ولم من اصلا اهل غروب نیستم میبینی که طلوعم چشم تو زده منو میبینم بگو آروم باشن آها جمعش کن عشق تو بده آه من اصلا گابم و دلم بی خودی میسوزه برات ولی خب گوسفندا نمیتونن که حق آدمو بدن نه پس فقط بذار که راهمو برم آره مجبورم که برج بسازم تپه ان خدایی تپه انی اینا حتی شاشیدن روک بسازم رو مغز تن اینه ام مینه اوه علاوه که امو علی واسه انگش جالب شد میگه چی؟
اولش گفتش که من مجبورم برج بسازم از صفحه پای انیش. خب آره شده برج. عمه مری گفت عمه مهین عمه مهین حتی شاشیدن روک بسازم رو مغز تن این عمه مهین اوه علاوه که عمو علی رده نمیخواد که اصلا درد دل کنم. از اونجا که گفت خب تپه ان و فلان و پس شما دارم برج میسازم، بعدش خب چرا گفتش که یعنی دلیلش گفت که چرا اینا رو ان خطاب کرده، گفت چون حتی شاشیدن به سازم به هنرم، یعنی واسه همین از همین دارم برج میسازم برم بالا. من صدام گوش و نوازش میکنه آره یه صوت تزبه. بعد چشم سومش هم اینجا میبینی وسط پیشونیش نور داره میده. آره یه صوت تزبه صورتم جهان رو تعریف میکنه کهکشان بدون این صورت چه زشته. الکتریکی اون پشت داره چیکار میکنه؟ میگه من صورتم جهان رو توصیف میکنه کهکشان بدون این صورت چه زشته. دنیا بدون چرا خوشم میاد، یه اعتماد به نفسی داره میدونی چی، یعنی خودشو کوچیک نمیکنه اصلا. همش همین که میگه من خودم خفنم، من میدونی خیلی خوبه که این اعتماد به نفس رو داره. آره خوبه اعتماد به نفس رو داشته باشه. من کچل خیلی خفنم جدی، مثلا من خودم نمیدونم اصلا اعتماد به نفس ندارم توی سری چیزا. مثلا با تو اوکی میدونی، مثلا راحتی خودت. نه ببین، البته یه چیزی من بهت بگم، کسی که خیلی از خودش تعریف میکنه عزت نفس پایینی داره، شاید اعتماد به نفس بالایی داره. اینو من یه کتابی بود راجبش میخوندم، میگفت عزت نفس کسی که پایین باشه هی میاد از خودش تعریف کنه من خوبم، من اوکی ام، من خیلی خفنم، من خیلی میدونم. فکت فکت نداشته باشه. نه خب این خیلی داره خودش تعریف میکنه، معلومه یه قسمتی از عزت نفسش ایراد داره. حالا شما میگین نه، اون شخصی که اون کتابو نوشته برید بخونید نیمه تاریک وجودو قطعا بخونید خیلی خوبه. میدونی یک قسمت تاریکی تو وجودش هست که با تعریف کردن از خودش اون قسمت اون خلأ پر میشه. در از اونجا تو وجودش یک خلأی داره که اونو باید پر کنه. کلا تو موزیک که خب مخصوصا این سبکا خب آره خود ستایشی هستش. آره ولی آره. خب به نظر من بیشترین کسی که فکت داره تطلعه. نه ببین حالا یه چیزی رو من بهت بگم، مثلا میاد میگه آقا من فوتبالم خیلی خفنه، مثلا من رونالدو بهترم، یه زمانی میگفت ولی خب این فکت نبود دیگه، این داری گسشر میگفت. آره نه اونا رو نمیگم. خب از این دسته تعریف های بی خودی زیاد داشته. آره آره نه خب این مدلش قشنگ بود، میدونی چی میگم، مثلا میگه این دنیا بدون این صورت چه زشته، میدونی. شاید مثلا داره میگه که آقا همتون با همینجوری باشه، مثلا منی که فرانم بگن که آقا آره با خودمون دوست داشته باشیم. آفرین 100%، هر کدوم ما مهمی واسه این دنیا، از این منی که هستم هست، حالا چقدر بد چه خوب. دقیقاً درست چه صورتم جهان رو تعریف میکنه کهکشان بدون این صورت چه زشته. خبر رسیده کرونا رسیده موج بعدیش بعد، خبر دادن امیر تتلو همه گنده هاتونو ده هیچ زد، خبر رسیده که ترامپ دوباره کاندید شده، خبر رسیده تتل یوتیوبش اومده بالا حساب بانکیش پره بان، خبر دادن پلی استیشن پنجش تو راه ولاتیش پره، یه روزم خبر میاد تتل میخواد ترون رو به نام آب چیش کنه. نه تتل میخواد ترون رو به نام آب چیش کنه. خبر اومد گاب وطنی نام خودی و با موشک زده، میگن جا
گاو وطنی ناو خودی رو با موشک زده. راست میگه، توی خلیج فارس چیز داشتن اسمش خوبه، مانور داشتن، تو اون مانور اشتباهی زدن سوتی دادن. اصلا از این داستان. بعد یه سری ها میان میگن فدا جانم فدا جمهوری اسلامی، خیلی رزومش گوه بنده خدا. اصلا آدم وقتی میخواد طرفدار یک چیزی باشه، مثلا میخوای طرفدار یک خواننده باشی، باید بری مثلا طرفدار تتلو باشی که صدای خوبی داره، موزیکای خوبی داره، قویه، نه اینکه مثلا بری طرفدار چه میدونم یه خواننده چته بعد رگت هم بزنه بیرون واسه مثلا اون خواننده چته که حالا نام نمیبریم، حالا فلان خواننده ایکس، پویان مختاری مثلا، پویان مختاری خیلی خفنه، عالیه، بهترین رپره. نه بابا، آخه تو میای از جمهوری اسلامی دارید دفاع میکنی، رای گردن میزنی بیرون، فرق داره، بیداد میکنه، ارزش پاسپورت گو، ارزش ارز پول ایرانی گو، اکوسیستم به فای، اصلا هیچی نداره جز موشک، هیچی نداریم، فقط موشک. آره اوکی، موشک داریم، بقیه چیزا چی؟ نمیخوام اصلا درد و دل کنم، اینا فقط روز و دوست دارم، ولی من که نمیتونم شب و ول کنم، نه نمیتونم شب و ول کنم، من شب و بغض و دوست دارم، بذار عشقام به بعد. بیسه خیلی باحال میزنه، بیسشو میشنوی بو 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 بو، خیلی بیس عجیب و دیپی داره. بیسو گوش بده، شب و بغض و دوست دارم، بولو 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 بولو، خیلی باحاله. بذار عشقام بریزن، من شیطانو دوست دارم رو سرم، بذار دو تا پس شاخ ریزم، من الکل لازمم بعضی شبا، شات بریزم، فاز اطلاعات بر ندا که من نشون میدم، فاک بریزم داخل هرکیم نشون میدم، فاک به ایزد، فاک به ایزد، یه فاز اطلاعات مثلا بر ندارم، حتی نشون میدم، فاک به ایزد. آها، جای ما بود یه گوشه چون بات نمیزد، هر جا که خواستیم برسیم، یکی ما رو با توفنگ ساچ میزد، من خودم تا اینجا رسیدم، هر جا رسیدیم ما رو با توفنگ ساچمه ای زد. منظورش چی میتونه باشه؟ پلیس ضد شورشه که با توفنگ ساچمه ای مردم رو میزنن، منظورشونه؟ شاید. منم بد پاره شد، به همجا رسیدم، الکتریکه خیلی خوبه، خیلی عالیه، کار خوبی هست، همین کار کرد. جونم بد پاره شد، به هم بستن هم با جرم، تنها هم گذاشتن هم سال تو، هر رو پاس کردم در سای نو، نمیخوام که اصلا درد و دل کنم، اینا فقط روز و دوست دارم، ولی من که نمیتونم شب و بل کنم، نه نمیتونم شب و بل کنم، اینا میخوام که تا تلا لر کنم، هی میفرست به خز و چه دورم، مثلا اینا میگم فقط با ندا باش، ولی من نمیتونم اصل رو بل کنم. اصل کیه؟ نمیدونم، کلا فکر میکنم یه نیو فیس یه چیزی. آره مثلا یه فرمی با ندا باش، من نمیتونم اصل رو بکنم، هم جفتش نداشته باش. هشت بالاخره تموم شده، خیلی ها تو این آلبوم ما رو کمک با هم رایی کردن، و چون ممکنه یکی از قلم بیافته، من گفتم دیگه اسم نبرم، خودتون میدونید دیگه کیا، این دم همتون گرم، زحمت کشیدی، سایتون از سر مردم و این مملکت کم نشه، امیدوارم یه روزی قدر هممونو بیشتر بدونن و یه تشکر شکیلتر و در حدتر داشته باشیم هممون. خلاص. از عوامل تشکر کرد، عوامل که تو آلبوم. پس منو ترک پایانی آلبوم بود. آره مثلا که همتون گرم آقا، من باحال بود، کار خیلی باحال بود، کارم با ما بودید، فالو بکنید، استوری بکنید، اینو ما هم ری استوری میکنیم، حمایت کنید. اگر هم که فقط اینستاگرام ما رو دارید، ما توی یوتیوب هم فعالیت میکنید، کلا ما اونجا ریاکشن میبینیم به همه 99 درصد ریاکشن هامون اونجاست، 1 درصد اینجاست. پس یوتیوب هم ساب کنید و همین ماچ به کلتون، لایک هم اگه دوست داشتید بزنید، اگر نه دیسلایک کنید حداقل. خداحافظ.